خب دوستان، عملا گمانم که این آخرین جلسه غزلیات شمس دیوان کبیر ماست، چون هفته آینده ما بحثی داریم در مورد نسخه ها و در مورد اینکه حالا چجوری احیانا دوستان بهتر میتونن به معنای اصیل دست پیدا بکنن و نسخه فرزانفر چیه و اینها. و توی اون جلسه آقای دکتر سارا چریفی هم هست، ایشون هم گزارشی میده است از قضیه نسخه ها و اینها، با توجه به که اشراف داره به هر حال کتابخونه ها و کتابخونه های مخصوصا دانشگاه در ایران و تحقیقاتی که میشه. اما در امشب آقای دورداری هم مثل که یک اسلاید هایی تهیه کردن که یه توضیح بعد از بریک برامون بدن، مثل که معطوف به همین داستان شمس است و مولوی، که خب دیدم که زاغه ایشون هم معطوف به تاریخ هست و خیلی خوبه که این زاغه معطوف به تاریخ با این زاغه معطوف به ادبیات من با هم دیگه در آمیزه و یه ترکیب خوبی به دست. اما در رابطه با عشق فکر نمی کنم اصلا احتیاج به چیز دلیل باشه که ما بگیم که در این دیوان بزرگ ما مقوله عشق رو داریم، یا مقوله عشق محوریت داره، یا دست برتر و حد اکثری رو داره، جانب حد اکثری رو داره. به نظرم کاملا مشهوده و احتیاجی به حجت و اینها و مثال و اینها نیست. منتها فکر میکردم که چجوری میشه به قضیه وارد شد که لایق حضور دوستان باشه که بشه واقعا یه بحثی رو جمع جور کرد. به نظرم دو تا به اصطلاح اپروچ یا روش به نظرم رسید و اون این بود، یکیش این بود که خب ما بیایم ردیابی کنیم مولوی رو توی سوانح زندگیش، مخصوصا به این که ما میدونیم که مخاطبان غزلیاتش تا حدی برای ما روشنن، یعنی بعضی هاشون خاموش تخلص شدن، بعضیشون شمس تخلص شدن، بعضیشون شه صلاح الدین هست. بعد میتونیم مثنوی رو هم عد کنیم به این مجموعه، اضافه کنیم به این مجموعه و یه سیر تطوری رو تو تکوین اندیشه مولوی بتونیم پیدا کنیم در رابطه با عشق. خب این در رابطه با همه چیز میشه این کار کرد، فقط هم نمقوله عشق. نکته دوم این بود که بیان نگاه کنم ببینیم که صرف نظر از این سیر تطور و تکوین، حالا این مجموعه چی راجع به عشق میگه، یا چه نگاه های مولوی نسبت به عشق توی این مجموعه داشته. خب در این نوع نگاه دیگه مثنوی هم اضافه کردنش ضروری نیست، ما تو هر بخشی و فصلی و چپتری میتونیم این نوع نگاه داشته باشیم. به همین دلیل من نگاه دوم رو انتخاب کردم و میکوشم که با در سه تا زاویه مختلف نگاه مولوی به عشق این مسئله رو مطرح بکنم و میکوشم که مثالهای خوبی بخونم که تا حدی اغنا کننده باشه و یه شش هفت بیتی هم غزلی هم امشب بخونم اینجا. اما در رابطه با عشق ما یک بحران بزرگی که داریم این هست که خود عشق یه مقوله پیچیده است. به چه دلیل پیچیده است؟ یعنی یه خورده اگر بخوام همچین ویتگنشتاینی نگاه بکنیم بهش، فامیلی رزمبلنس هست بیشتر تا دفنیشن، به این معنی که ما نمیتونیم یه تعریفی از عشق ارائه بدیم که بین الاذهانی باشه و همه ما قبولش کنیم اون تعریف رو، بلکه همه ماها یه تعریفی که توی وجودمون تو ذهنمون داریم و این تعریف ها با همدیگه قمخیش هم و رابطه این تعریف های رابطه خیشاوندیست و شباهت داره و به مجموعه این تعریف یا فصل مشترک این تعریف ما میتونیم بگیم که عشق. بخاطر این مسئله پیچیده است. حالا شما فکر بکنید یه مسئله پیچیده ای رو ما تو زائقه مولوی بخوایم بررسی بکنیم، زائقه ای که خودش تمثیلگراست نه تعریفگرا، یعنی اگر مثلا چیز منجمه بگن خواجه نصیرالدین طوسی یک کتابی نوشته بود راجع به عشق، خب ما بهتر آخر دفعه میتونستیم به نتیجه برسیم، میگفتیم خواجه نصیرالدین طوسی یه ذهن تعریفگرا داره
عشق رو تعریف میکنه، مراحل عشق رو تعریف میکنه، از جنبه‌های مختلف بهش میپردازه، آخر دفعه هم یه نتیجه میگیره. این که ما نتیجه رو بپسندیم یا نپسندیم مهم نیست، مهم روش کار یا متدولوژی اون خواجه نصیره که خیلی دقیقه. خب حالا فکر کنید مولوی با این روح تمثیلگراش که هی هم مثال میزنه و هی مثال در مثال و حالا همچین پدیده پیچیده رو ما چجوری میتونیم یک شاخصایی به دست بیاریم درش، بگیم حالا این عشقی که مولوی میگه چیه؟ واقعا کار دشواره. ما این کار نمیتونیم واقعا بکنیم، ولی یک کار میتونیم بکنیم و او اینی که همزاد پنداریمون رو حداقل کنیم و فکر نکنیم که با قیاس به نفس کردن میتونیم راحت تر مسئله رو بفهمیم، بلکه سعی بکنیم که بریم در فضای مولوی. خب این کار مشکلی است، ولی سعی کنیم که بریم در فضای ذهنی مولوی. من یه لغتی رو به کار میبرم، همیشه مدیون ویلدورانت هستم. ایشون یه کتابی داره نام عصر ایمان از مجموعه بزرگش. من به دوره ما قبل مدرن میگم که عصر ایمان و به دوره مولوی هم از جمله میگم عصر ایمان. یعنی در عصر ایمان آدم ها چجوری به مسئله عشق نگاه میکردن مهمه که ما ابتدا این رو یه مقدارکی بدونیم، بعدش سعی کنیم عشق رو حلاجی کنیم توی نگاه مولوی. ببینید یه تفاوت بزرگی که با نگاه ما داره عصر ایمان با عصر مدرن، در واقع توی اگر مثلا کانتی بخوام فکر بکنیم، یعنی آنالیتیک بودن عشق و سینتتیک بودن عشق هست یا هر مفهومی هست، یه فرق عمدش این. بذارم من اول راجع به خوراکی مثال بزنم که خودم خیلی جا بیفته برام، بعدش وارد عشق بکنم. توی دنیای آنالیتیک مثل دنیای ما، دنیای مدرن ما، این گوشت رو یا ماست رو اومدن آنالیز کرد، میگن اینقدر اسید آمینه داره، اینقدر پروتئین داره، اینقدر چربی، اینا رو هم تفکیک میکنن. وقتی تفکیکشون میکنن بعد میگن خیلی خوب، حالا شما 1% چربی میخواین، ما 1% اضافه. شما 2% چربی میخواین، ما 2% اضافه. دوباره اینا رو برمیگردونن سر جاش و در واقع یک با آنالیز کردن، با تفکیک کردن پدیده رو میشناسن و فکر میکنن با این روش میتونن اونو کنترل کنن. یعنی میتونه جامعه رو کنترل کنه، فرد رو کنترل کنه. در صورتی تو نگاه سینتتیک یه نگاهی هست که میگه که در واقع ماست یه سنتزه، یه سنتزیه که شیر گوساله یا گوسفند اون رو ساخته، یه محصوله، یه مصنوعه. یعنی آرتیفیشال بودن و نبودنش مهم نیست، اشتباه نکنه. یعنی نگاه فلسفی ممکنه شما سینتتیک رو فکر کنید به معنی مصنوعی و آرتیفیشال هست، ولی اینجوری نیست. در واقع مصنوع امر خلقته، آرتیفیشال امر خلقته، در واقع اون ماسته یا اون دوغه یا هرچی. تو نگاه سینتتیک میگه که این مجموعه که ما یه سنتزی هست به نام ماست، یه ودیعه است، یه مادری داره برای فرزندش تولید بود، این ودیعه یه هدیه است. ما نه تنها نمیتونیم اون رو تجزیه کنیم، بلکه نباید تجزیه کنیم. به محضی که تجزیهش میکنیم خرابش میکنیم، به محضی که میایم واردش میشیم اون رو از اون موجودیت خودش میندازیم و یه بخش معنوی و روحانی رو از این جدا میکنیم و اون فرار میکنه. یعنی فرض بر اینه که این خاک یه گوهرهایی داره، شما به محضی که خاک رو میشکافین این گوهرها شروع کنن به شکستن و به نابود شدن و پنهان شدن. توی نگاه سینتتیک عشق هم همینجوری هست، یعنی تو نگاه مولوی یه سنتزه، یه ودیعه است، یک پکیجه که از آسمون اومده برای بشر. یعنی فرض بر اینه که آدما به دلیل انسان بودنشون، به دلیل ملکوتی بودنشون، به دلیل آسمانی بودنشون، قدسی بودنشون، اهمیتشون، اینها یه همچین ودیعه‌ای دارن. حالا تو نگاه ما که آنالیتیک هست، تو نگاه امروز ما میام شروع کنم عشق رو به لحاظ روانشناختی تجزیه کردن. میگیم عشق از یه مراحل تشکیل میشه، در کودکی چه شکلی داره. یادتون باشه که فروید چجوری اون داستان لیبیدو و اینها رو چجوری مطرح میکرد در اوایل، در حدود
20 سال پیش اشتباه نکنم، 10 سال پیش چجوری داشت این اندیشه رو شکل میداد، یا بعداً پاولوف چجوری داشت این قضیه این که ما انسان چجوری میتونیم تجزیهش کنیم ذهنش رو به مراحل مختلف و عشق رو هم توی این تجزیه و تحلیل ها بگنجونیم و اون رو بشناسیم. مثلا توی تجزیه ما یه بخشی از تجزیه ما اینه که میگیم یه بخشی از عشق مربوط به نیازهای فردی ماست، یه بخشی از عشق مربوط به نیازهای اجتماعی ماست و از تضاد منافع اجتماعی فردیمون مثلا تبلور پیدا می‌کنه. این یک نگاه آنالیتیک است. دقت بفرمایید که خواهش من این است که وقتی که ما وارد عرصه‌ای مثل عرصه مورد میشیم باید یاد بگیریم که این نگاه آنالیتیک رو کنار بذاریم و سعی کنیم اون نگاه سینتتیک رو جایگزینش بکنیم و بفهمیمش و ولو اینکه قبولش نکنیم ولی سعی بکنیم که بفهمیمش. این که اول این مقدمه رو به نظرم لازم بود بگم به خاطر دشواری وارد شدن تو این بحث. اما من 3 زاویه که اختلاف درجهشون با هم زیاد نیست رو انتخاب کردم برای که مثالهایی در این رابطه با عشق توی دیوان مولوی بزنم بخونم برای. یکی عشق از این منظر نگاه شده که انسان عشق مبتنی بر فراق و انسان دور افتاده از اصل، این رو میبینیم توی دیوان غزلیات شمس. یعنی انسانی رو میبینیم که این به یک بهشتی تعلق داشته، به یک ساحتی تعلق داشته و از اصل خودش دور افتاده. حالا شما نگاه کنید، این از کودکی با مولوی بوده، مولوی 14-15 ساله یا کمتر 12 ساله همراه پدر و خانواده و مادر و خیشانش از بهشت کودکی خودش جدا شده و بس در اقصای عالم سرگردان شده و تا در یه جزیره‌ای متوقف شد. در اون جزیره خودش رو، نوجوانی خودش رو و جوانی خودش رو شناخته، ازدواج کرده، بچه دار شده، آرمانگرا شده، هدفی پیدا کرده اینها و فکر کنه که این روند رو بر کل این کائنات تسری داده و یک دفعه این کائنات رو جزیره گم شدگان تصور کرده، گروهی که از یک جایی متواری هم و در این جزیره سرگردان و چه به لحاظ پیشینی میخوان برگردن به اون جزیره، به اون ساحت اولیه و چه به لحاظ پسینی میخوان به وعدگاهی برسن که جهان بشارت اون وعدگاه رو میده و آرزوی این انسان ها این که به اون عرصه پهناور و هستی فرح بخش برسن. و عشق رو داره در واقع توی این کانتکست مولوی همین میده که این مثال هاش رو براتون میخوام. یک زاویه دیگه ای که از عشق میتونیم ببینیم اینه که در واقع توی پارادایم شیفت نگاه کنیم، پارادایم شیفتی که تو تصوف اتفاق افتاده، یعنی تغییر و گفتمانی که در تصوف اتفاق افتاده. اگر بپذیریم، شما و من بپذیریم، پیش‌فرض لازم داره، بپذیریم که این تصوف زهدی بوده و تصوف عشقی بوده و تصوف عشق یکی از شورانگیزترین جلوه‌هاش دیوان مولوی هست و دواوین مولوی هست و نوشته های مولوی است، پس باید این رو در این کانتکست هم ببینیم که این تصوف عشق یعنی چی؟ عشق معبود، تبدیل شدن معبود به معشوق چه تأثیری بر نگاه مولوی میذاره، بر پدیده عشق و این چی میشه، چه جوری میشه؟ این رو هم باز دوباره بحث میکنیم راجبش. و سوم در مورد طریقت مهر میخواستم بگم باید نگاه بکنیم، یعنی این سیر تکوین تصوف ولو این که پارادایم شیفتی درش اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه، ما میدونیم که در واقع یک نوع ایده وحدت وجودی درش شکل گرفته که این جهان همه در واقع مونیسم یا یک وحدتی داره، این جهان واحد، این جهان این که هیچ جزئیش از جزئی دیگه جدا نیست، انسان عاشق رو نسبت به معشوق متفاوت میکنه. چه حالا ببینید تفاوتش رو در نظر بگیرید چجوریه. شما فکر کنید که من در یه خونه غلام، نونم رو میدم ولی باید برم بشینم دم در بخورم، کارهای سخت رو، آبکشی و زباله روفتن و زحمت کشی هم من باید انجام بدم، بقیه هم درس میکنن، من نباید درس بخونم، رنج میکشم دارم.
در محیط. پدر این خانواده میمیره، دختر این خانواده معشوق من میشه، من بهش ابراز عشق میکنم، اونم میگه آره من دوست دارم. شادی یک دفعه برای من متولد به وجود میاد، من یک دفعه شاد میشم، یک دفعه رنج من تبدیل به زیبایی میشه، یک دفعه احساس میکنم که بلیت وقت آزماییم چندین میلیون دلار برده یک شبه. من همون موقعیت دارم، چه بسا که همون غذا رو میخورم، چه بسا که میشنم همون جایی که تا دیروز میشستم غذا میخورم، ولی الان کیف میکنم، چون که این دختر این صاحبخونه گفته من قبول میکنم عشق تو رو، تو عاشق منی من معشوق تو قبول. این اون حالت دوم هست، یعنی اون پارادایم شیفته اینجوری اتفاق افتاده، یعنی شادی یک دفعه به عشق تزریق شده در مقابل اون عشق اولی که عشق انسان جدا شده بود و انسان گم شده بود، ولو اینکه اون انسان هم یه ذره هنوز شاده چون وعدگاهی در پیشه، ولی شادیش به اندازه نیست که تو عشق دوم شادی یهو تبلور پیدا میکنه و عشق عشق شادی میشه، چون دختر گفته اوکی من قبول دارم. حالا تو حالت سوم اینه که من برابر میشم با اون، یعنی نه تنها که اون میگه من قبولت دارم، بلکه به من میگه درست عینه که خودت درست میزون بکن، من و تو فرقی با هم نداره، ما یکی هستیم، وحدت وجود آخرش انسان رو با جهان، خیش رو با دیگری یکی میکنه. تو حالت یکی شدن دیگه مسئله شادی نیست، اتفاقا اینجا دیگه درسته که شادی هم هنوز وجود داره، ولی توی این نگاه یه برابر بودگی هست و برابر بودگی انسان رو نیرومند میکنه و انسان رو مطمئن میکنه و انسان رو دچار یک تبختری میکنه از جنس خدا شدن و از جنس خدا بودن. من میخوام توی این ستا به اصطلاح فضا ببینم عشق رو در دیوان، ولی انصافا نمیتونم مثال های پیدا کنم براتون و نتونستم مثال های پیدا، مطمئنم میشه پیدا کنم ولی من نتوانستم مثال های پیدا کنم که خالصا مخلصا حتی از این نگاه ها رو نمایندگی بکنم، بلکه بسامدی باید نگاه کنه در یه غزلی که میخونم اون نگاه بیشتر غلبه داره یا اون نگاه بیشتر غلبه داره یا اون یکی سفومی بیشتر غلبه. در پایان هم اگر بعد از فرمایشات های دورداری وقتی بود، من چند تا از شوخ طبعی های مولوی رو در رابطه با عشق، دو تا غزل بلند هست، اونها رو هم فرصت کردم میخونم. غزل از این تقسیم بندی که کردم به عنوان شروع این غزل مشهور رو براتون میخونم و معنی میکنم که میگه بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. آیا این غزل است؟ خیر، چون قافیه نداره، این در واقع غزل مثنوی است، یعنی این یک مثنوی است، اونتا مثنوی هست که ردیف داره، یعنی ردیف داره ولی قافیه نداره و شاید این از ابتکارات خود مولوی باشه، من پیش از مولوی حداقل من ندیدم و اینقدر اعتماد به نفس داشت مولوی که میتونست قالبی به این استحکام رو یعنی غزل رو بشکنه و اثری بدین درخشانی هنوز به وجود بیاره. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. خب وقتی که در قدیم یه غلامی رو داغ می کردن یا یه اسبی رو داغ می کردن، این جایی نمی تونست بره، غلام هر جا می رفت پیشونیش مهر داشت، نشان داشت و دوباره بر میگردم دانش بهش صاحبش و اتفاقا کتکش هم میزدن، تحقیرش هم میکردن که تو ولی نعمت خودت رو چکار کردی؟ نمک به حرامی کردی، بر ورگت بر سر جات، داغ تو دارد این دلم، یعنی من عاشق شدم و عاشقی یه داغه و من دیگه جایی نمیتونم برم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جایی دیگر نمیشود. دیده حق مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمیشه. میگه گوش طرب گرفتی هر جا دلت بخواد میبریش،
هر جا دلت بخواد میشوریش. شادی تحت فرمان توست. جان ز تو نوش جوش میکند، دل ز تو نوش میکند، عقل خروش میکند، بی تو به سر نمیشود. خمر من و خمار من، یعنی همه من هستی هم مستی من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمیشود. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. فرقی نمی کنه تو وفا بکنی یا جفا بکنی، در هر حال آن منی مال منی. دل به نهند بکنی. توجه بکنید که کیا می نهند؟ عاشقان می نهند. کی می کنه؟ معشوق می کنه. عاشق دل نمی کنه. دل بنهند بکنی، توبه کنند بشکنی. عاشق توبهش نمیشکنه، محشوق میشه. محشوق عمدن میاد توبه عاشق رو میشکنه، کاری میکنه که عاشق توبهش بشکنه. بنده رژیم گرفتم، محشوق عمدن میاد جلو من کباب درست میکنه، ممکنه بگم نخورم که. ببینن میگه که دل بنهند بکنی، توبه کنند بشکنی. این همه خود تو میکنی، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. خودتی که داری این کار رو می کنی، خودتی که عمدن داری ما رو به گناه وادار می کنی که توبمون رو بشکنی. بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی. اگر من قرار باشه بی تو زندگی بکنم، جهان زیر و رو میشه. باغ ارم سقر شدی، یعنی بهش تبدیل به جهنم میشه، بی تو به سر نمیشود. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمیشود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه ام گسسته ای، بی تو به سر نمیشود. گر تو نباش، من این دوست دارم بگم گر تو نباش، گو تو نباش یار من، چون گر تو نباشی یار من اشکال وزن داره و مولوی هم حساس رو وزن و خیلی هم وزن رو خوب، برخلاف این که میگه من برام مفتعلن مهم نیست و فلان، برعکس نه مهمه براش. اتفاقا از اوناییه که دیدن مثلا ما شکه موها اینجوری هست، ما مثلا پلو برامون مهم نیست، کباب برامون همه میفهم مهم. مولوی هم اینجوریه، هی میگه مفتعلن کش مرم، دروغ میگه، واقعا براش مهمه. ببینم میگه گو تو نباش یار من، اینجوری از نظر فعل و فاعل هم بهتره. گشت خراب کار من، یعنی اگر تو یار من نباشی، اگر فرض کنم که تو یار من نیستی، کار من در همون دم خراب گشت پس از این فرض. ولی حال به هر حال نسخه یک معتبری که در اختیار داریم میگه گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من. گشته بخونیم درست نمیشه؟ نه، اشکال تو قسمت اول مفتعلن مفاعلن اول، شما مفتعلن مفاعلن اول یش خرابه، یه مگر اینکه بگن گر تو نباشی یار من، گر تو نباشی یار من درسته، چون ما مفتعلن مفاعلن دوم کار نداره. گشت خراب کار من، مونس و غمگسار من، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد، هم تو بگو به لطف خط، بی تو به سر نمی شود. یکی از تکنیک های مولوی توی مقاطع غزلش اینه که من دیگه چیزی نمیگم و باقی این غزل را امات رو به ظریف انسان همین شمار که انسان ما رو زود. یکی از تکنیکایی که تموم کنه غزلش رو اینه که من از این بعد دیگه خاموش میشم و شما خودتون ادامه بدین، یا مطرب تو ادامه بده، یا شمس تو بگو، یا هرچی، یا مخاطب تو بگو. اینجا میگه که در واقع هرچه بگویم ای سند، ای سند، ما این
مولوی بعدها هم این کار تو توی مثنوی خیلی میکنه، هر جا که وزن گیر میکنه میگه ای ازاد، یعنی ای بازون، ای سمد، یعنی ای آدم معتبر، یا ای پسر، ای پدر. این دائم این به اصطلاح حشف به نظر من قبیح رو به کار میبره. ولی به هر حال اینجا بامزده است، هرچه بگویم این سند یعنی این انسان معتبر نیست جدا از نیک و بد، یعنی هرچی من بگم بالاخره توش خلل هست، گفتار من کامل نیست، حرف خوب توش هست، حرف بدم هست. هم تو بگو به لطف خود، تو باید بگی که همه چیزت لطفه، بی تو به سر نمیشه. خب این غزل رو از این باب خوندم که شروعی کرده باشیم با یکی از غزلیات عاشقانش. اما گفتم که یک بخشی از عشق در دیوان چیز شمس اون عشق مبتنی بر فراق هست که یک بسا سویه پسینی داره که فاندامنتالیزم هم ایجاد میکنه، یه جوری روحیه بنیادگرایی رو ایجاد میکنه. ما بعد برگردیم به اصلمون، برگردیم به اون بسا ریشه هامون و ما از نیستان که ما رو ببریدن، از نفیرمون مرد و زن نالیدن، ما هر کسی که دور ماند از اصلاتش باز روید روزگار بستاتش. البته بحث فاندامنتالیزم و بنیادگرایی که بحث مدرنیست، در اون زمان مطرح نبوده بلکه برعکس یه جنبه های دیگری هم داشته. ولی خب میخوام انظر شبیه سازی بگم که این یک همچین فضایی رو هم ایجاد میکنه. بذاریم ببینم چه غزلیات باز آمده. من اون سه شاخصی که شما فرمودید، اول این شعر رو شما کدوم شاخص داره؟ هستگان این این که الان خوندم این رو به سر نمیشن. نه خب ببینم من فکر میکنم که این همون عشق مبتنی بر فراقه که در واقع تو همون شکل اولش هست، منتها خیلی گویا نیست، یعنی خیلی اون شاخص ها رو به قول این فرنگی ها میت نمیکنه، کاملا اون شاخص هایی که من مد نظرم بود رو نمیرسونه و نمیگه. ولی بیشتر همون عشق مبتنی بر فراق هست که در واقع میگه بی تو به سر نمیشود، نه اون فراق غیر ممکنه تحملش و باید حتما به یه وصالی، به یه شکلی به یه وصالی منجر بشه. خب اما باز آمدم، الان اگر نمونه خوبش رو بخوام بخونم، این باز آمدم باز آمدم اگر پیداش کنم، خب این هم نیست، این هم که اصلا نیست، همون حتما همین جزا. ببینید این عشق مبتنی بر فراق و اون فضایی که میگه که من از یه اصلی جدا شدم و باید بیام رو تو این غزل میتونیم ببینیم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم. این غمی که دارم برای تو میخورم در واقع غم انسان جدا افتاده از اصله که مطلع شده، دانا شده نسبت به این جدا افتادگی و میخواد که این فضا رو پر. شاد آمدم، شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. این شادی که اینجا تصویر میکنه شادی رهایی یا شادی آزادی از همه چیز به خاطر دانستن همین راز بزرگ که در واقع این انسان عرصه جدا افتادگی است، در جزیره تنهایی داره زندگی میکنه. شاد آمدم، شاد آمدم از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. و این جدا افتادگی که فقط با انسان تجربه نشده که، این قرنها گذشته، هزاران سال گذشته تا یک نفر به این راز پی برده، خردی شکل گرفته، اندیشه شکل گرفته، تا اینکه یه مرغی پیدا شده که از اون بینوایی، از اون باغ بینوایی سخن میگه. خواجه کرمانی یه غزلی داره میگه دوتا صوفی میرسن تو خیابون به هم، یکیشون بوی یکی مشکوک بوده، این آیا صوفیه نیست؟ میگه گفتم تو از کجایی کاشفته مینمایی، گفتا منم غریبی از ملک آشنایی. آشنایی به فارسی یعنی عرفان، عرفان عربیست، فارسیش میشه آشنایی. تا نگردی آشنا
از این پرده رمزی نشنوی، یعنی تا عارف نشی حقیقت رو نمی‌فهمی. آشنای لغت فارسی است. میگه گفتا منم غریبی از ملک آشنایی. گفتم کدام مرغی که از این مقام گویی یا پرسی؟ یادم نیست. گفتا که خوشنوایی از باغ بینوایی. یه خوشنوایی از باغ بینوایی پیدا شده. حالا ببینه میگه چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم، آنجا روم، بالا بودم، بالا روم، بازم رهان، بازم رهان، که اینجا به زنهار آمدم. ما بدین در نپه حشمت و جا آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، اینجا به زنهار آمدیم. من مرغ لاهوتی بودم. ببینه دور اینجا هم اشاره بگیم مرغ می. من مرغ لاهوتی بودم، من پرنده آسمانی بودم. دیدی که ناسوتی شدم، دیدی که زمینی شدم، هیچ اسیر تمایلاتم شدم. دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. دام کیو؟ کی دام تنگ کرده؟ اونه چه بازیه روزگار از نظر مولوی. میگم برگردیم به انسان عصر ایمان، انسان ما قبل مدر، خودش یه دامی پهن کرده. ما مرغ لاهوتی بودیم، خیلی هم حال میکردیم، همه چیز هم خوب بوده، همه چیز آرومه، من چقدر خوشبخت هم از این افراد، ولی ما دامی پهن کرده. بعد ما افتادیم تو دام، حالا اومدیم توی دنیای گمبودگی و دنیای تنهایی. بچه در واقع غنی بر این فضا نشسته، ولو این که میگه شاد آمدم، شاد آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم؟ دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر. آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین. اون که چشم سر هست منم چشم میخونمش، اون که سر هست من چشم میخونم. عادت این عادت وزن توشه. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین. اینایی که انقلاب میگن سه چیز زندگی آدم رو ویران میکنه، یکی جنگه، یکی مهاجرته، یکی انقلاب. الحمدلله ما اینجا هستیم. یکیش باقی بود که زندگی رو بیخوان. آره ما دیگه هر ستار، یعنی ما دیگه تش نمونده. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که آدمایی که مهاجرت میکنن دیده میان میگن که ما بابا خدا اونجا ده کارگر زیر دستان بوده. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین. میگه تو اینجوری نگاه من نکن، من یه بشکن میزدم 300 نفر میومد. مثلا میاد میگه که مثلا میای حجم بازی کنی، میگم نه من مثلا وقت ندارم امشب. بابا من الان تو تهران بودم زنگ میزدم 15 نفر در خونه وایساده بودن، همه بطری عرق به دست. یعنی باور مهاجر اینجوری است. مهاجر اینجوری فکر میکنه، فکر میکنه که سبک بار اومده و یه جایی یه کسی بوده، یه کسی مهم میبوده. نگاه کنه میگه ما را به چشم سر مبین، با این چشمات به ما نگاه نکن، ما را به چشم سر ببین. آنجا بیا ما را ببین، که اینجا سبکبار آمده. نگاه کنه چقدر نگاهش نگاه انسان دور افتاده و تنها و انسان مهاجر توی دنیا. این واقعا فکر میکنه مهاجره مولوی، فکر نمیکنه عاشقه، فکر میکنه تنهاست، مهاجره. از چهار مادر برترم و از هفت آبا نیستم. چهار مادر که یعنی آب و خاک و باد و آتش، هفت آبا هم یعنی این هفت آسمون. من گوهری کانی بودم، که اینجا به دیدار آمدم. حالا جالبه که فکر میکنه که گوهر کانی نیست، فکر میکنه گوهر نوریه در کان، در معدن. فکر میکنه این الماس از یک جنس دیگری است، از یک جای دیگری تغذیه شده و نور گرفت. میگه من گوهری کامی بودم، که اینجا به دیدار آمدم. یک نگاه ریسیستی یا سکسیستی نمیدونم چی بگم، به هر حال داره توی
نگاه قدمای ما اینه که ما فکر میکردیم که زن به اصطلاح طبیعت از جنس زنه و افلاک از جنس مرد. یعنی رودکی وقتی که یکی از دوستاش میمیره میگه مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگ چنین خواجه نکاریست خورد، جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد. یعنی فکر میکنن بدن ما میره پیش مادر و روح ما میره به پیش پدر. یا سعدی میگه تا چه حد صبر بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. یعنی فکر میکنن گیتی از جنس مادره، فلک از جنس پدره. حالا اینجا نها کنیم، میگه که از چهار مادر برترم. یعنی فکر میکنه آب و آتش و باد و خاک از جنس مادرن و از هفت آبا نیز هم، از هفت پدر هم بزرگترم. من گوهر کانی بودم که اینجا به دیار آمدم، یارم به بازار آمده است. میگه فکر کنه یه صوفی یه روزی تو بازار دیدن، بهش گفتم مرد حسابی تو که به حطام دنیا توجه نداشتی برای چی اومدی بازار؟ گفت خب حطام دنیا که به من توجه داشتن، من اومدم بازاری ها منو ببینم، من که نمیخوام بازار رو، متاع دنیا من رو ببینم. میگه من تو این دنیا اومدم تو بازار، ببینه ناکنه چیز نگاه و تازه نیومده چیزی بخش. بازم میگه یارم به بازار آمده است. یه دوست دختری داشتم اومد چندم اومده تو بازار، چالاک و هوشیار آمده است، ورنه به بازارم چه کار، وی را طلبکار آمده. میگه من اومدم طلبکار اونم. ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی، کندر بیابان فنا جان و دل افکار آمدم. و فگار یا افکار، یا افکار با که من میگه یعنی ستم کشیده، رنج کشیده، سختی کشیده. این یکی از نمونه های این انسان جدا افتاد از اون شم. در همین رابطه بخونم بفهم خواهش چیز تو حرفات رو گفتیم گوهر یا الماسی نویه، نه اینکه خود از من چجور از اون شعر شما نبرداشتن؟ به خاطری که ناکنن میگه من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. یعنی کان رو، معدن رو خدا میدونه، میگه من گوهر معدن آسمان بودم، من گوهر معدن الهی بودم، توی این دنیا حالا اسیر این خاک شدم، اسیر این سنگ شدم، رفتم زندانی در این سنگ شدم. در واقع اینجا کان رو یا معدن رو اون عالم بالا میدونه، چون همش داره میگه من یه چیزی بودم یه چیزی شدم. به قول شاملو میگه من بودم و شدم، نزان گونه که خرمنی گلی گونچه یا جوانه یا آمی مردی که شهید. یعنی یه چیزی بوده یه چیزی شده. این آن چیزی که بوده خیلی مهمتره الان تو نگاه مولوی. مرغ لاهوتی بوده، آدم مهمی بوده، شخص مهمی بوده. میگه بیا با چشم سر منو ببین، اونجا نگاه کن، اینجا نگاه نکن. خب پس این معدن کانی بودم یعنی چی؟ نه از کان زمین که، از کان آسمان در واقع تشبیه است. خب اما این کاغذوی مطلوب یکی دیگه، ما ز بالاییم و بالا می رویم، اون را هم اگر پیداش کنم اونم هم کما بیش این فضا رو به ما میده. حالا اینکه در آخر این شعر یعنی کلمه شمس تبریزی رو میاره و قبلش هم این تو که شما یعنی مثلا عشق و عاشقی بوده، حالا معلوم نیست که کیه، یعنی یه آخر این شمس تبریزی این دلالت بر چی میکنه؟ یعنی واقعا پشت تمام این شعرهای این هر جا که عشق و عاشقی رو بیان میکنه شمس تبریزی رو بعد نظرش بوده؟ خب خیلی موارد، یعنی درصد زیادی از موارد اینجوری است. و اگر تو همین بیت هم نگاه بکنی ببینید میگه ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی، یعنی تو کی اجازه میدی که حقیقت رو آنطور که هست دریابی، به تمام کمال حقیقت رو دریابی و بشناسی.
در کل عالم نگاه کنیم، نه در این جزئیاتی که اسیرش هستیم. چون در واقع تو نگاه مولوی شمس همچین فضایی رو ایجاد میکنه. شمس وقتی وارد قونیه میشه و اون آشنایی اولیه صورت میگیره و بعدم این رابطه عمیقی میشه، مولوی یواش یواش احساس میکنه که شمس متفاوته و این متفاوت بودن لحظه به لحظه میبینه و احساس میکرده که هم در حرف زدن متفاوت بوده، هم در تعالیمش متفاوت بوده و منتظر بوده دائما که این تعالی پیدا بکنه و نظر به کل عالم بیفکنه. در واقع انسان جدا مانده از کل هستی به دنبال نگاه به کل هستی است. انسان جدا مانده از اصل به دنبال نگاه به اصله. به شمس کسی است که میتونه این نگاه رو برای او ایجاد بکنه، راهنمایی کنه این رو که چجوری میتونی به اصل نگاه بکنی و اصل رو بسنجی. و خب بله، اونهایی که در موقع آشنایی با شمس و تحت تاثیر شمس بوده تا بعد از اینکه شمس میمیره، البته میدونن همونجور که شاهنامه یک وحدت رستمی داره و شما رستم وقتی میمیره هم فردوسی دست از رستم بر نمیداره، هنوز قبل از تولد رستم هم رستم حضور داره، بعد از مرگ رستم هم رستم حضور داره در شاهنامه، در آثار مولوی شمس همیشه حضور داره. یعنی شمس حداقل بگیم بعد از ملاقاتش با مولوی همیشه وجودش دیگه هست. یعنی وقتی که شه سال و حدین هست هنوز شمس هم هست، اون موقعی که حسام هست شمس هست، تو مثنوی هر از چنگایی دلش تنگ میشه و شمس میاد و یه وحدت شمسی داره به این معنی و دائم این شمس حضور داره به خاطر که توی یه نگاهی، حتی یه نگاه سیاسی هم هست یه مقدار. بذار اینم بگم، بی‌نمک نیست. یه کسانی معتقد بودن که در زمان مولوی چیز شده بود، تشکیلات تصور شده بود، تشکیلات. یعنی یه کسانی فکر میکنن، من پیرو ایده نیستم، ولی چون که استاد ارجمندم آقای دکتر برومند سعید، ایشون یادشون بخیر، ایشون زنده نیست، ایشون خیلی واضح این اندیشه بود. من حالا اندیشه رو سعی میکنم جوری توضیح بدم که شما فرض کنید که من طرفداری اندیشم، من نیستم واقعا طرفدار، ولی ایشون اینجوری میگفت که در واقع در زمان مولوی رسیده بوده تصوف به یک تشکیلات سیاسی، یعنی کاملا فرمت سیاسی داشته و حتی مثلا قرار تشکیلاتی اجرا می‌شده، قراری که آدما همدیگر رو نمی‌شناختن، بعد می‌رفتن سر قرار و نمی‌دونستن کی کیه و کی مثلا این آدم واقعا از طرف تشکیلات اومده یا نیومده. مثلا این چیزی رو که مثال می‌زد، این مثال از حافظ می‌زد همیشه سر کلاس، میگه ببینه حافظ اینجا چجوری تشکیلاتی حرف میزنه، میگه گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی، میگه که تو پی که محرم رازی و دیده بر سر راحت به مردمی، نه به فرمان چنان بران که تو دانی. این پیداش با کاوه میگه این خیلی تشکیلاتیه، خیلی قرار اجرا بشه، آدم ها همدیگر نمیشناسن و مثلا یکی یه روزنامه کیهانی دستشه میاد سر قرار وای میسته، بعد اون یکی باید بیا روزنامه کیهان ببینه یه سوال علیکی بکنه، بعد اون یه جواب علیکی بده، بعد اینا بفهمن هر دو تاشون عضون، بعد اون حالا چیزو میگه پیداش کردی؟ نه این نیست، نه اینجوری است، حالا یادم میاد اولش اینجوری میگه تو پی که محرم رازی و دیده بر سر راحت به مردمی، نه به فرمان چنان بران که تو دانی. محرم رازی را ببخش من همین نه سب کنیم اینه نسیم صبح سعادت بر نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی. بینه نشانش هم نمیدونه خلوت تو پیه که خلوت خلوت را نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن مکان که تو دانی، در آن زمان که تو دانی. تو پی که خلوت رازی و دیده بر سر را منتظر بوده قرار اجرا بشه به مردمی، نه به فرمان چنان بران که تو دانی. خب این مثال میزد، میگفت شما ببینه این چی میتونه معنی بده غیر از یک قرار سیکرت که قراره بین دو نفر اجرا بشه.
یا اون شعری که الان از خواجو براتون خوندم، یه انگار که دو نفر دارن همدیگه تو خیابون شناسایی میکنن. و بر اساس این تئوری آقای برومند میگفت که شمس پیک بوده و اومده از طرف تشکیلات به مولوی گفته که خودت رو متحول کن، خود الان لحظه ای که خودت آشکار کنی، لحظه ای که دیگه ظهور و بروز پیدا بکنی. و مولوی در واقع این و میگفت که اینهایی که تو این تشکیلات بودن همشون منتظر این لحظه بودن، منتظر اون لحظه بروز و ظهور بودن که از اون با بعد دیگه رازهاشون رو بیرون بریزن و حرفهای نگفتشون که تخلص خاموش 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 دائم داشته یهو بریزه بیرون و یهو شمس بشه و نور بشه و پرتو افکنی بکنه. و دائم هم صحبت از پیک میکنه مولوی توی در رابطه با شمس و خود لغت شمس رو هم رو نورانی بودنش و پرتو افشانیش تاکید داره. خلاصه این مجموعه رو جمع جور کرده بود ایشون و این تئوری رو میداشت، به خاطر همین که اصلا این شمس حضور دائمی داره و هیچ وقت از در واقع نوشته های مولوی پاک نمیشه، انگار که این مولوی رو یه تحولی درش ایجاد کرده به معنی حتی زمینیش، حتی تشکیلاتیش. بله بفرمایید. من دست شما رو دیدم، بفرمایید. شما فنا معمولا مقام مثبتی به نظر فلسفه بود، ولی من اینجا معنی مرتی معنی شد که در بیابان فنا دلازده شدم، که در بیابان فنا جان و دلازده جان و دلفگار آمدن. خب بله، یعنی این که اگر من جهان رو به صورت کاملی نبینم خود به خود بیابان فناست. اصلا این دنیا بیابان فناست. چرا به نظرتون این منفی میاد؟ میگه که شمس هست که میتونه از اصل بگه، از حقیقت بگه، از اون بهشت موعود بگه، از اون اصل ناب بگه. این دنیا که بیابان فنایی بیشتر نیست، من دلازوردم، چرا نمیاد با من سخن بگه و از اون دنیای شیرین با من حرف، از آرزوهام با من حرف بزنه؟ مثلا مقام فنا هم داریم که در تصور کنیم، از بس تا فنا، فنا خودشون رو مقام. بله بله، فنا فلاح شما میگی. خب اون فنا در واقع مخفف فنا فلاح است، ولی این فنا اینجا به معنی واقعا فنا فلاح نیست. یه بقای بالله داریم، یه فنا فلاح داریم. اون وقتی میگن فنا، مخفف اون مجموعه بزرگ دارم، یعنی اینجا به نظرم اون مخفف نیست، اینجا واقعا فناست. بله با همین فکر کنم موضوع هست. من احساس میکنم که وقتی که در رابطه با فنا اینجا صحبت میکنه شاید یک اعتراضی به ما احساس میکنه، یعنی که خیلی جا ما میبینیم که نقش شمس یک نقش انکار کننده است. یعنی خیلی وقتا اصولی رو که یک عمر ایجاد شده برای مولانا ایشون کاملا به هم میرزه و اصل رو بر عدم میدونه، اصل رو بر فنا میدونه، اصل رو بر نبود میدونه. همونطوری که حالا تو جای دیگه توی دفتر اول میبینیم که میاد میگه دنیای عدم بالاتر از دنیای خیال و دنیای خیال بالاتر از دنیای هستی. من احساس میکنم که اینجا اتفاقا داره یه گریزی میزنه، میگه که تو کی میخوای دست از این که رجحان رو به فنا بدی برداری که ما بتونیم احساس موجودیتی بکنیم، کما اینکه ما حالا همینطور من خودم رو از چهار مادر برتر میبینم، همون احساس شعف و شور که شما میگید بر اساس عشق برش اتفاق افتاده، همونطوری که خودش رو گوهری میبینه احساس موجودیت میکنه، احساس وجود میکنه و احساس شعف میکنه، در صورتی که من فکر کنم که شمس همیشه به این نهیب میزده که اگر میخوای موفق باشی باید هیچ به هیچ گرایش پیدا بکنی. من تضاد رو یعنی در یه نگاه طغیانی هم شما میبینید، طغیان رو برای شمس هم میبینید. این طغیان واقعا در مولوی هست. من قبول دارم تو مثل اولش من سوالی کرده همون مردم بود میده در باید یک نظر در کل عالم کی کنی، یعنی تو مثلا خیلی یک بودی داری چیز مثلا کل عالم رو، مثلا عالم هستی رو خیلی همیتی شمس بهش نمیده، کما اینکه عالم خیال و بعد عالم عدم رو همیشه بهش ارجحیت میده. من فکر کنم که ایشون میگه زیادن با ما بیا پایین با هم دیگه یه گپی بزنیم یه آپورتال بله بله میفهمم. بله این حالت طغیانی رو قبول دارم تو نگاه مولوی هست، اینکه اینجا این مصداقش هست یا نه بحث دیگه است. یه نفر دیگه هم میسید آقای دورده، آقای دورده بفهم خواهد خواستم اشاره کنم.
فرمودی تشکیلات، شمس خودش در نوشته هاش هم اشاره کرده که من مأموریت داشتم که برای هدایت مولوی برم. قبلا در بلخ دیده بود مولوی را و ارزیابی کرده بود، به استنباطش پی برده بود، برای خودش یه نوع مأموریتی قائل بود که بیاد و مولوی را هدایت بکنه. و از این نظرم در تشکیلات خرارت میگیره مأمور بود. بله خب اینم تایید کنم. این سرنوشت انسان داره به طور کنید. بله بله سرنوشت جورا؟ مطلب جمله رو تو نفهمیدم. میگم این سرنوشت انسان رو داره توضیح ده یا سرنوشت خودش رو داره میگه؟ نه سرنوشت من فکر کنم سرنوشت کل انسان رو داره انسان رو میگه. بله سرنوشت انسان رو میگه و در این بین انسان‌هایی رو میبینه که اونها مطلع میشن از یه سردی، از یه رازی، از سرنوشت خودشون. بعضی ها رو بهیمه میدونه که در واقع میچرن و هیچی متوجه نمیشن و در واقع مولوی چرا رو برای خودشون چریدن رو میذاره در لحظه وصال. میگه اونجا، میگه در وصالت چرا بیاموزن، میگه چرا کردن مال اون وصاله، مال این دنیا نیست، توی دنیا دنیای تفکره. بله خب این رو در خودش تحول رو در خودش دیده و این رو تعمیم داده به کل بشریت، بشریتی که در اون مقتل دیگه به این حد رسیده که مثلا دیگه من چی بودم و من چی هستم. بله قبول دارم. خب اگر اجازه بدن دومین مثال رو از این فصل هم بخونم. میگه ما ز بالاییم و بالا میرویم. باز دوباره همون مضمونه تا برسم به مضمون دوم. دوستانی که جدید اومدن، من دارم سه تا نگاه رو نسبت به عشق بررسی میکنم. نگاه اولی، ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. مولوی امر قدسی رو امر بی صورت میدونه و دریا رو یک موجود بی صورت میدونه، باد رو یک موجود بی صورت میدونه. وقتی اگر بگه من بادم یعنی من خدا، اگر بگه که باد آمد یعنی خدا رحمتش رو فرستاد، یعنی در واقع هر چیز بی صورتی رو یک جوری نماد خداوند میدونه برای تشبیه سازی و تمثیل سازی خودش از جمله دریا، چون به نظرش دریا صورت نداره. ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم. بی جا یعنی ناکجا آباد. در واقع میگه که اونجایی که ما قراره بریم جا نیست، اصلا جا نیست اونجا و میریم به او سمت، اهل اینجا و آنجا نیستیم. لا اله اندر پی الا الله هست، همچون لا ما هم به الا میرویم. یعنی نفی کردیم همه چیز را غیر از یک چیز که اون، حالا اون هم بی جا هست. قبل از اندر پیش نیست، یعنی در پیش الا الله است، یه شینه بزنید لا اله اندر پی الا الله، اندر پیش ما میگیم لا اله و الا الله، اندر پیش الا الله، اون آقای دوم تقلیش با هم پرکش مگه شینه بزنید. ولی به نظر من نخورده. من میفهم شما چه میگن، منطقتون قبول میکنم، هم شما هم زرین رو منطقتون قبول می‌کنم. ولی فرضاً توالی لا اله اندر پی الا الله هست، یعنی اول لا اله هست بعد از اون الا الله، انگار داره دنبال اون میره. بله انگار داره لا اله اندر پی الا الله هست، یعنی داره میگه دنبال اون. به نظر من از معنی از بعد میگه که همچون لا ما هم به الا میرویم. قل تعالو یعنی بگو که بیاد. قل تعالو خیلی از آیات قرآن با قل تعالو شروع میشه. قل تعالو آیت هست از جذب حرف، شما آیتیست داره و اون وزنش خراب میشه. قل تعالو آیت هست از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی میرویم. یه بازی زبانی بین تعالو و تعالی کردیم. کشتی نوحیم در طوفان روح، بگی به توجه کنه، میگه کشتی نوحیم در طوفان روح، روح اون طوفانه، طوفان کرده، اما ما خودمون اون توی اون روح یه کشتی هستیم، داریم یک کسای نجات میدیم، یه عده‌ای رو داریم نجات میدیم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم
بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. اصلا این بیت شاهکار به نظر من زیباییست. آقای عبدالقادر بیدل به نظر من این بیت مولوی رو کش رفته، اونجایی که میگه که این موج آفرید بحر حقیقتند اگر سر فرو کنید. اینه چقدر این مضمون مولویانه است. در واقع اینجا میتونیم بفهمیم آن این موج ها که گردن دعوی کشیده هم بحر حقیقتند اگر سر فرو کنند. میگه همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. راه حق تنگ است چون سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن. سم یعنی سوراخ، خیاط یعنی سوزن. ما مثال رشته یکتا می رویم. رشته ای که دو تا شده باشه دیگه تو سوراخ سوزن نمی. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، حافظ میگه جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. مولوی میگه راه حق تنگ است، حافظ میگه گذرگاه عافیت تنگ است. این فرق شیرازی و خراسانی. ما مثال رشته یکتا میدیم، هین ز همراهان و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما میرویم. میگه میخواید بفهمی که ما داریم میریم؟ باورت مثل که نمیشون ما داریم میریم. میخواید بفهمی؟ یادت بیا بابا، ماما، عمه، دایی، بابا بزرگ، مادر بزرگ، یادت بیا آن و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما میریم. این هم باز اشکال وزد دار بده، من نتونستم درستش کنم. پس بدانک هر دمی ما، آره پس بدانک هر دمی ما میریم. ولی به دانک نمیدونم، ولی سقط آدم بهتون بزن. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. اختر ما نیست در دور قمر، اینم انا الیه راجعون رو مولوی آخر خط هم جالب اینجاست که نمیدونه. این نشه خود کفرامیزه، چون یه جا هست تو مثنوی میگه که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ایز مردن کم شدم. همده دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک بال و پر و از ملکم. بایدم جستن زجو کل شیء حالک لا وجهه، پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا الیه راجعون. یعنی در واقع انا الیه راجعون رو از جنس هستی نمیدونه، همون بی جایی که اینجا داره میگه اون رو از جنس هستی نمیدونه. و این یه مقداری به اون نظریه سوم، اون گنوستیک بودن خدا و نزدیک شدن به اندیشه های وحدت وجودی و ایرانیان ما قبل اسلام که بعدم توضیح میدم اگه وقت باشه، این مقدار نزدیکش میکنه. خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها میرویم. به خاطری که ناکنه میگه عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا الیه راجعون، یعنی خدا از جنس هستی نیست. این کفرامیز به خاطری که خدا هست میگه کارگاه هست کن جز نیست چیست. موله میگه کارگاهی که هست خلق میکنه، هستی رو خلق میکنه، نمیتونه خودش هست باشه. نمیتونه خودش هست، پس نیست. کفرامیز میشه، یعنی پارادوکسیکال میشه. منظورم این نیست که مولوی کافر بوده، نه نبوده، مؤمن بوده. پارادوکسیکال میشه، شط میشه، مثل شطهایی که عرفا رو به خاطرش بردار میکردن. مگر منصور حلاج چی گفت که برداشت کرد؟ مگر منصور حلاج مؤمن نبود؟ میگه ایمان نداشت، میگه انا الحق دیگه، نه؟ درست. ولی ایشون اعتقاد داره به اینکه یک عالم به نام عالم عدم که نیسته وجود داره. یعنی میگه از جنس هست نیست، ولی اینکه نیست نمیگه نیست، میگه هست ولی از جنس هست نیست. یعنی بارها این مسئله رو میگه که
عالم فنا یا عالم عدم وجود در روی صحبت میکنه، یه همچین چیزی هست معرفیش میکنه، ولی خب از جنس هست نیست، بالاتر از اونه، یه قسمتی بالاتر از اونه. خب میدونم این از جنس هست نیست یه مقداری برمیگرده به نگاه ایرانیان قبل از اسلام، نگاه بودایی ها، نگاه ادیان شرقی. تو ادیان غربی مثل ادیان ابراهیمی، مثل عیسویت، یهودیت، اسلام، این نگاه وجود نداره. این نگاهی که هستی اون با هست، بقیه هستی ها با هم فرق میکنن نیست. اینا میگن اون هست، اونا هم هستن. حتی دیگه به اصطلاح پیروان تجسیم که اصلا میگن خدا حتی دست و پا هم داره. در این حد که میگفتن دست و پا هم داره و علی العرش استوام هم هست، نمیدونم رو عرش هم خوابیده یا دولا فوق عیدی هم هم هست، دستش هم بالاتر از همین دست هست. یعنی نه تنها براش هستی قائلن، بلکه میگن حتی میشه دیدش. حافظ میگه که روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. میگه این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. خب شما این روزی روخش ببینم یعنی چی؟ چرا فردوسی میگه ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را؟ این دعوا پس سر یه موضوعی هست. یعنی فردوسی ایرانی تبگرا شعوبیگرا میگه ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. اونهایی که نگاهشون بیشتر معطوف به نگاه ابراهیمی، ادیان ابراهیمیه، میگن اصلا میشه دید خدا رو. یه روز مولوی هم شروع میکنه، میگه هر روز پشت در کاری ببینی، میگه حداقل سه تا لشکر رو میفرسته در هر روز از سمت عدم به سمت اون مهات و بعدش نمیدونم نطفه و هر روز داره خداوند رو در کار میبینه. یعنی اینطور نیست که خداوند این که مولوی چی بود یه بحث دیگری است. این که شما قبول بکنید که این دوتا نگاه متخاصمن یه بحث دیگری است. حالا من میگم که مولوی بعضی از آرائش توی این تخاصم به سمت اون نگاه ادیان ابراهیمی میره، همجور که شما میگین، بخشی از آرائش به سمت اون تازه داره میره. توی همین مقوله عشق هم این خیلی خوب دیده میشه. یعنی این تناقضه، این اختلافه، هرچی که اسمشو بذاریم، اختلاف بذاریم، تناقض نذاریم، این اختلافه داره توی همین مقوله عشق دیده میشه. توی اندیشه مولوی دائم هی میچرخه به این ور، هی میچرخه به اون ور، هی میچرخه به این ور، هی میچرخه به اون ور. عرض من اینه، وگرنه من فرمایش شما قبول دارم که بله، حالا تعیین مصداق جایگاه مولوی سخته، قبول دارم فرماشتون. خب ببینم، میگه که همت عالی است در سرهای ما از اولا تا رب اعلا میرویم. و اولا یعنی بزرگی، همین که ازش اولیار میسازیم، سفلا و اولیار. روز خرمنگاه ما ای کور نوش، گر نکوری بین که بینا میرویم. ای سخن خاموش کن، با ما میا، بین که ما از رشک بیما میرویم. ای شما کوه هستی داره؟ بالاش کوه هستی، کاش که کهه هستی. من نمیدونم چرا داره بالاش، شما نداره؟ اعراب نداره. ای مال ما اعراب هم گذاشتم. ای کهه هستی ما، ره را مبند، ما به کوه قاف و عنقا میرویم. خب این به نظرم اون قسمت اول در واقع تقسیم بندیمون رو تا حدی تا اینجا نمایندگی میکرد. اگر به پذیرید حالا دست با شکسته بفرمایید. اشعار یه غزلیات دو هزار تا بیشتر از این هم به ترتیب سنی او بسیار سرون. نه خیر، نه متاسفانه یه رویداد بسیار نامبارک، بلکه باید بگم شوم، در ادبیات ما وجود اومده که غزلیات به اساس الفبا تنظیم کردن و این بسیار ضربه زده بر میاد. آدم نمیتونه بفهمه این شعر در چه مقطعی سروده است، مثلا چند سال دیگه واقعا افکارش ترقی کرده. بله، چه چیزی رو گفته؟ این خیلی رویداد بدی بوده در تاریخ ادبیات ما، اتفاق افتاده. همه گرفتن مثل یک دکتر معارف درست میکنن بر ترتیب حروف الفبا نوشتن. نه این رفته شد. ما وقت وقت نداریم. مثلا مقطعی تکاملشه، اوج تکاملشه. مثنوی بعد مثنوی بعد از این مثنوی، یعنی تمام افکارش متحول شده است. همینجوره، وقتی که غزلیات رو گفته شوری ایجاد کرده، کسانی که خیلی نزدیک بودن به مولوی، مخصوصا حسام الدین چلبی، ازش خواهش کرده که این دریای معارف رو بیهوده همینجوری به صورت خیزاهای هرچنگاهی به هدر نده
و بیا و یه منظومه‌ای بگو که مثل یه بحری باشه و همه درش بتونیم همیشه ازش استفاده کنیم. مثنوی خلق شده اون موقع. بله. باز من سعی دارم می‌کنم که این عزیز بودن، معروف بودن، یگانه بودن مولوی رو در مقایسه با شعرهای دیگه پیدا بکنم. علت این که من بگونم فصل رو کنون رو بریم تا 700 ساله چه الانش که محیط ایران اینطوری و مذهبی و از سر دیوار مملکت مسجد و تمام زده و نمیز و افکار و مذهبی و حالا 700 سال پیش به طریق اولا از اون خیلی بدتر. حالا این تو زمان داره به قول شما پارادایم رو شکسته. این مسئله خدا و جهنم و بهشت و اون چیز دو هستی رو شکسته. یکی از قواعد در واقع دیالکتیکه که فلاسفه بعدها 500-600 سال بعد از این نشستن علوم اخترشناسی، طبیعی، برواجبه. این به من آیا اشتباه نیست که اینطوری بفرمایید؟ چون این پارادایم رو شکسته و دید کهکشانی داره و خودش و انسان‌ها طبیعتاً منطقاً در وقتی شما خودتو در مقایسه با یک چیز بسیار بزرگتر قرار میدی، یعنی صفر میشی دیگه، کوچیک میشی. ما در مقایسه با همدیگه ممکنه بزرگ باشیم، ولی وقتی یه قول در مورد کل زمین در مورد کهکشان که صفر میشیم، یعنی انقدر کوچیک میشیم. این عشق در واقع از این از دید من دارم این چیزا رو دارم میبینم که این حالا نه به شکل خیلی گسترده مثلا فلسفی یا اخترشناسی، ولی اون به یه اوائل راه رسیده، اخترشناسی دنیای گنده تر کهکشانی دیده و سعی کرده عشق و زندگی و اینا رو در اون قیاس ببینه و زیبایی این اولا اینه که چیزای مذهبی درش خیلی کمتره. اون دیده موجود اون زمان که همه چیزی به خدا و پیغمبر و اون امام حسین و اون امامزاده و اینا رو دیدن جدای یه آزادگی داریم، یه آزادگی. این آزادگی شما چجوری؟ بر همینجوره شما با توجه به اینکه وقت نداریم من خلاصی میکنم. شما نها کنین هیچ نویسنده ای ما نداریم در ایران که کتاب، یعنی نویسنده اسلامی که کتاب مهمی تألیف کرده باشه شروعش در منطبت پیامبر و نمیدونم ائمه و ائمه مثلا اهل تسنن و نمیدونم تو خداوند و اینها نباشه، در صورتی که ایشون با کمال قدرت مثنوی رو با بشنازنه شروع کرده. این نشون میده اتفاقا تو شکستن خط قرمز ها، تو شکستن عادت ها بسیار آدم آزاده بوده و بیمناک نبوده از اینکه چه انگی بهش خورده میشه یا چه نگاهی نسبت بهش کرده میشه و این آزادی رو ولی تو شعر گفتنش هم کاملا هست. یه مقداری بعضی جاها شعر گفتنش ضعیف میکنه، یه جایی قوی میکنه شعر گفتنش رو. ولی بگذارید بعد از بریک اگه اجازه بدید.